تا اینجای کار با عناصر حسابداری آشنا شدیم. در ادامه میخواییم راجع به معادله اساسی حسابداری با هم دیگه صحبت بکنیم. که این معادله اساسی حسابداری میگه دارایی مساوی است با بدهی به علاوه سرمایه. این دو طرف این تساوی همیشه برقرار هست. یه چیز حدود 500 سال قبل یک ریاضیدان ایتالیایی به نام آقای پاچیولی اومد این در واقع معادله رو مطرح کرد تحت عنوان معادله اساسی حسابداری و هنوز هم داره استفاده میشه و در واقع پایه و اساس حسابداری ما هست. به این خاطر که این معادله دو سمت داره، حسابداری رو تحت عنوان حسابداری دو طرفه یا دوبل هم میشناسیم. اگه یادتون باشه تو قسمت قبل سرمایه رو اینطور تعریف کردیم، گفتیم دارایی هایی که متعلق به مالکان هست، نه تمام دارایی های شرکت. اگه اینجا بیایم بدهی رو بیاریم این سمت و در واقع بخوایم سرمایه رو بر اساس دارایی و بدهی تعریف کنیم، سرمایه مساوی خواهد شد با دارایی منهای چی؟ بدهی های شرکت. در ادامه بیشتر معادله حسابداری رو تجزیه تحلیل خواهیم کرد و با اجزاش بیشتر آشنا میشیم. خب یه سوال، گفتیم حسابداری با رویدادهای مالی سر و کار داره. حسابدارا رویدادهایی رو شناسایی میکنن تو دفاتر، توی در واقع سیستم حسابداری که بیانگر رخدادهای مالی باشن. حالا سوالی که در واقع مطرح هست، به چه رویدادهای ما میگیم رویداد مالی؟ ما به رویدادی میگیم رویداد مالی که روی اجزای این عناصر حسابداری تأثیری بذاره. چطور تأثیر بذاره؟ مثلا فرض کنید امروز یک دارایی برای شرکت خریداری شده به صورت نسیه. من رفتم یک سری ماشینالات یا یک سری اساسه یا مثلا یک کامپیوتر خریدم که تو شرکت استفاده بشه. قطعا اتفاق نظر دارید دارایی شرکت افزایش پیدا کرده، یه دارایی جدید اضافه شده. از اون طرف اتفاق بعدی چیه؟ بدهی ها هم افزایش پیدا کرده چون نسیه خریداری کردم. ممکنه این دارایی رو نقد خرید، پس این یه رویداد مالی هست چون روی این در واقع اجزا این عناصر چیکار کرد؟ تاثیرگذار بود. ممکنه این دارایی رو به صورت نقد خریداری کرده باشه، بازم یه رویداد مالیه. جواب بله. یک تغییری که داشته این بوده، یه دارایی به نام ماشینالات یا مثلا فرض کنید اساسه و منصوبات اضافه شده، پس یه بار دارایی افزایش پیدا میکنه. از اون طرف یه دارایی دیگه به نام وجه نقد از مجموعه خارج شده و دارایی کاهش پیدا کرده. یعنی این سمت فقط تغییرات اتفاق افتاده و در واقع باز هم رویداد مالی هست. ولی اطلاعاتی مثل، ولی مواردی مثل فرض کنید استخدام یک کارمند که هنوز کارش رو شروع نکرده و هزینه بابت حقوقش ما پرداخت نکردیم و یا شناسایی نکردیم، روی رویداد مالی نیست چون روی این عناصر در واقع اثرگذار نیستن. یا مثلا یه تماس تلفنی، یا مثلا دریافت یه پاکت در واقع نامه از پستچی، اینها آیتم هایی هستند که مواردی هستن که روی معادله حسابداری چون اثرگذار نیستن ما اونو به عنوان رویداد مالی شناسایی نمی کنیم و صرفا حسابداری با رویدادهای سرکار داره که یه تکونی به این معادله حسابداری آقای پاچولی بده و اونو در واقع تغییراتی توش داشته باشه. خب هی میگیم حسابداری، بریم اول سراغ خود حساب و سنگامون رو باهاش وا بکنیم، ببینیم خود حساب چی هست و در واقع ماهیت حساب ها شامل چه آیتم هایی میشه. خب معمولا این تعریف رو ما برای حساب استفاده میکنیم، مثل خیلی از رشته های دیگه که برای خودش یک سری ابزارها داره، حساب رو ما یک ابزار یا یک مفهوم میدونیم تو حسابداری که برای ثبت، نگهداری و گزارش اطلاعات مربوط به اون عناصر حسابداری که قبلا با هم دیگه صحبت کردیم، دارایی، بدهی، سرمایه، درآمد، هزینه، اطلاعات اون عناصر حسابداری رو ما کجا نگهداری قرار بکنیم؟ توی حساب. یه حساب داره 4 تا بخش هستش، یه عنوان داره که تو شکل داریم میبینید، یه سمت بدهکار داریم و یه در واقع سمت بستانکار. سمت بدهکار ما سمت راست حسابمون هست و سمت چپ رو تحت عنوان سمت بستانکار میشناسیم و حساب در واقع یه بخش دیگه ایش هم مانده هست که در انتهاش نمایش داده میشه.
خب اگه دقت کرده باشید خود حساب با اجزایی که داره چون شبیه حرف تی انگلیسی هست به حساب حساب تی هم گفته میشه. معمولا میگن حساب تیش رو در واقع در بیارید یا مشخص کنید که چقدر هست. با واژه بدهکار و بستانکار تو حسابداری خب خیلی سر کار داریم. این که میگیم یه حساب بدهکار بستانکار اینها چیه هن؟ و در واقع ما چه چیزی رو تحت عنوان بدهکار میشناسیم چه چیزی رو تحت عنوان بستانکار. ما کلا به سمت راست حسابمون در واقع سمت بدهکار میگیم و به سمت چپ حسابمون سمت بستانکار. این یک تفاهم بین ما حسابداراست. این یه در واقع قرارداد، این یه چارچوبیه که ما پذیرفتیم هممون ازش تبعیت بکنیم و با این به عنوان یک استاندارد بریم جلو. ما تو حسابداری یک سری اصول داریم، یک سری مفروضات. من برای اینکه خیلی وارد بحث‌های تئوریک نشم سعی کردم اونا رو مطرح نکنم، ولی اگه لازم باشه در ادامه بهش اشاره کوتاهی خواهیم داشت. پس تو این دوتا اسلاید که حالا با هم دیگه مرور سری داشته باشیم، این دوتا رو اول اومدیم با تعریف حساب آشنا شدیم، گفتیم حساب یک مفهوم تو حساب داره که میخواد اطلاعات عناصر حسابداری رو نگهداری بکنه، 4 تا بخش داشت، شبیه حرف تی بهش میگیم حساب تی، و بدهکار و بستانکار یعنی سمت بدهکار و سمت راست و سمت چپ در واقع یک حساب تی. خب ماهیت حساب چی هست که معمولا ما برای هر کدوم از عناصر حسابداری یک ماهیت در نظر میگیریم. دقت داشته باشید، ما اگه بیایم افزایش در یک حساب رو توی سمت راستش ثبت کنیم میگیم ماهیتش بدهکار هست. اون حساب‌هایی که افزایش در اونها رو ما سمت راست ثبت می‌کنیم مثل دارایی‌ها، مثل هزینه‌ها، اونها حساب‌هایی هستن با ماهیت بدهکار. و بالعکس اگه بیایم افزایش در یک حساب رو در سمت چپش ثبت کنیم و کاهش رو در سمت راست بهش میگیم حساب با ماهیت بستانکار. این که میگیم افزایش در سمت بدهکار یعنی چی؟ فرض کنید ما یه حساب داریم که مربوط به دارایی هامون هست، یه دارایی جدید خریداری کردیم، خب دارایی اون افزایش پیدا کردن، این افزایش رو کجا باید نشون بدیم؟ در سمت راست که در واقع نشون دهنده ماهیت بدهکار هست. و اگه دارایی خارج بشه از مجموعه مون باید در سمت چپ نمایش داده بشه و در واقع سمت بستانکار. خب با مفهوم بدهکار و بستانکار آشنا شدید، بیایم ماهیت عناصر رو بررسی کنیم. همونطور که تو صحبتام خدمتتون عرض کردم دو تا از عناصر حسابداری ماهیت بدهکار دارن. اولین عنصر داره ماهیت بدهکار دارایی ها است. ما افزایش در دارایی ها رو توی سمت بدهکار یا سمت راست ثبت میکنیم و کاهش رو تو سمت در واقع چپ یا بستانکار. با هزینه هم مثل دارایی تو بحث ماهیت برخورد میکنیم، هزینه ها هم دارای ماهیت در واقع بدهکار هستند و کاهش هزینه رو ما در سمت بستانکار اون ثبت میکنیم. خب دو تا عنصر رو بررسی کردیم، سه تا عنصر بعدی بدهی، سرمایه و درآمد، اینها دارای ماهیت بستانکار هستند. ماهیت بستانکار یعنی این که ما شما بگید یعنی چی؟ بله، یعنی ما افزایش ها رو در سمت چپ حساب ثبت خواهیم کرد برای این چند تا عنوان حساب و کاهش ها رو در سمت در واقع راست حساب. بین حساب بین در واقع عناصر میگم پس داره ماهیت بستانکار. خب با ماهیت عناصر و عناصر حسابداری آشنا شدیم، میخوایم بریم سراغ طبقه بندی حساب ها و در واقع ببینیم چه طبقه بندی از حساب ها میتونیم داشته باشیم. دقت بکنید هر وقت میخوایم چیز رو طبقه بندی بکنیم ما باید بیایم شاخص و معیارمون رو مشخص کنیم. مثلا ممکنه من برای دانشجوی یک کلاس بخوام طبقه بندی داشته باشم، یه معیارم جنسیت باشه. معیارم وقتی جنسیت میگم گروه آقایون، گروه خانوما. یا ممکنه معیارم مثلا فرض کنید معدل این دانشجوام باشه، میگم معدل گروه الف، معدل گروه بی و دانشجوی گروه سی. یه شاخص معیاری هست. ما برای اینکه حساب ها رو تابندی کنیم هم شاخص های مختلفی داریم که من سعی کردم چند تا شاخص پرکاربرد و از همه مهمتر شاخص تابندی بر اساس سطح حساب ها رو در واقع بیارم اینجا و راجع بهش با هم دیگه صحبت بکنیم. تابندی بر اساس سطح رو داریم، تابندی بر اساس ماهیت، تابندی بر اساس نوع حساب و تابندی بر اساس
عملیات در واقع نحوه برخورد با یک حساب در پایان سال. خب تو بحث تبانی بر اساس سطح حساب، حساب ها به این در واقع طبقات تقسیم میشن. گروه حساب ها در واقع سطح بعدی و سطح کل خواهد بود و سطح بعدی سطح معین و در نهایت هم به سطح تفصیل میرسیم. این شاید مهمترین طبقه و این شاید مهمترین تبانی از حساب ها باشه که در ادامه قرار خیلی راجعش صحبت بکنیم و اکثر گزارشات ما بر اساس در واقع این نوع طبقه بندی ارائه میشه.